هزار و یک شب داستان‌های برآمده از ژرفای تاریخ و تمدن و فرهنگ مشرق زمین. ترجمه عبداللطیف تسوجی تبریزی. چون شب 38 برآمد حکایت سواب غلام اول گفت: ای ملک جوانبخت، چون غلامان با یکدیگر گفتند باید که هر یک سرگذشت خیش بیان کنیم، نخست آن که فانوس در دست داشت حکایت آغاز کرد و گفت: مرا در 5 سالگی از دیار خیش به در آوردند و به چاوشی بفروختند. او را دختری بود 3 ساله. من با آن دختر همبازی بودم و از برای دختر می‌خواندم و می‌رقصیدم تا اینکه من 12 ساله شدم و دختر 10 ساله شد و دختر را از من نمی‌کردند و پوشیده‌اش نمی‌داشتند. روزی من نزد دختر رفته دیدم که در جای خلوت نشسته، گویا از گرمابه به در آمده بود که مانند ستاره می درخشید و بوی عبیر و مشک از وی همی آمد. پس با هم ملاعبه کردیم و دوشیزگی وی از میان رفت. چون من این را دیدم بیرون گریختم. مادر دختر نزد وی آمد و آن حالت دیده حیران شد و به فکرت فرو رفت. پس از ساعتی به کار دختر تدارکی کرد و راز را از پدر دختر پوشیده داشت و با من نیز ملاطفت و مهربانی همی کرد تا اینکه 2 ماه بر این گذشت. آنگاه مادر دختر او را به جوانی دلاک که سر پدر دختر تراشیدی کابین کرد و مهر را از مال خود بداد و جهیز فراهم آورد. ولی با همه اینها پدر را بر حال دختر آگاهی نبود و در فراهم آوردن جهیز دختر شتاب می کردند تا روزی مرا غافل کرده بگرفتند و آلت مردی مرا ببریدند. چون هنگام عروسی شد مرا به آن دختر خواجه سرا کرده با او بفرستادند. هر وقت که دختر به خانه پدر آمدی یا به گرمابه رفتی
من نیز با او می رفتم و کار او را پوشیده داشتند و در شب زفاف کبوتری کشتند و خون او را به جای خون بکارت به زنان بنمودند. دختر دیرگاهی به خانه آن دلاک بماند و من از بوس و کنار او بهره‌مند می شدم. پس از آن دختر و شوهر و مادرش بمردند و من بی خداوند ماندم و به دینجا آمده با شما یار گشتم. سبب بریده شدن آلت مردی من این بود. و سلام. حکایت کافور غلام دوم. پس غلام دوم گفت من 8 ساله بودم که مرا از ولایت خیش به بازرگانی بفروختند و من در سالی 1 دفعه دروغ به آن بازرگان می گفتم و به سبب آن دروغ او را با یارانش به جنگ می انداختم. بازرگان ناگزیر مانده مرا به دلال سپرد که مشتری از برای من بجوید. دلال مرا بازار برده ندا در داد که این غلام را به شرط عیب که می خرد. بازرگانی پیش آمد و از عیب من جویان شد. دلال گفت که سالی 1 بار دروغ همی گوید. بازرگان گفت با عیبی که دارد به چند درم خواهی فروخت؟ دلال گفت به 600 درم. پس بایه و مشتری با هم ساز گشتند. بازرگان درمها شمرده مرا به حجره برد و جامه مناسب به من بپوشانی. چندی پیش او بماندم تا سال نو بر آمد و آن سال مبارکی بود و بهار خرم داشت. بازرگانان هر روز یکی ضیافت می کرد تا نوبت ضیافت به خواجه من افتاد. با بازرگانان به باقی که خارج شهر بود برفتند. خوردنی و نوشیدنی بخوردند و نوشیدند و صحبت و منادمت همی کردند تا هنگام ظهر شد. خواجه‌ام را به چیزی حاجت افتاد. با من گفت بر استر بنشین و به خانه رو از خاتون فلان چیز بستان و زود بازگرد. من فرمان بردم. چون به خانه نزدیک شدم فریاد زدم و گریان گشتم. مردم محله بر من گرد آمدن. چون آواز مرا خاتون و دختران خواجه بشنیدند در بگشودند و از سبب آن حالت باز پرسیدند. گفتم خواجه ام با یاران خود به پای دیوار کهنه نشسته بودند و دیوار بر ایشان بیفتاد. من چون این حالت بدیدم سوار استر گشته زود بیامدم تا شما را بیاگاهانم. زن و فرزند خواجه چون این بشنیدند گریبانها چاک زدند و همسایگان بدیشان گرد آمدند و زن خواجه ام به خانه اندر شد. تاقهای خانه را در هم شکست و ظرفهای چینی بیرون انداخت و تصویرهای خانه را گلندود کرد و تیشه به من داده گفت این فواره ها را بشکن و این درها و منظره ها برکن. من پیش رفته با او یار گشتم. خانه را خراب کرده چیزها را تلف همی ساختیم تا اینکه
آنچه به خانه اندر شکستنی بود بشکستیم و کندنی ها برکندیم و تاق و سقف غرفه ها از هم فرو ریختیم و من فریاد یا سیدا همی زدم. پس خاتون و دختران خواجه با روی گشاده به در آمدند و گفتند ای کافور، ما را به مکان خواجه دلالت کن تا او را از زیر خاک به در آورده به تابوتش بگذاریم. من پیش افتاده وا سیدا گویان و آنها به دنبال من با روی گشاده خروشان و گریان روان شدیم و هیچ مرد و زن و کودک در شهر نماند که همه بر ما جمع آمدند و ایشان را کوچه به کوچه همی گردانیدم. هر کس نشنیده بود با خبر می شد تا این که خبر به والی رسید. چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.